بر اثر ضربه‌ای که قیام دیماه مردم ایران بر فرق رژیم فرود آورد، رژیم آخوندی همچنان گیج و منگ و وحشت زده به دور خودش میچرخه و عوامل رژیم از همدیگه سوال میکنن این چی بود و چرا واقع شد و در برابر موج بعدی اون چه کار میشه کرد و چطور میشه جلوشو گرفت و آیا اصلا میشه جلوی اونو گرفت یا نه. گزیده ای از مطالب و اظهار نظرهای مربوط به این جریان از نظرتون میگذره. آخوند روحانی 24 بهمن: خیلی از دشمنان ما میخواهند ما سال آینده جشن انقلاب نگیریم. معلوم است دشمنان ما نمیخواهند. در شرایط بحرانی عواید دی ماه امسال همه کمک کردند و به صحنه آمدند تا بحران ایجاد شده برطرف شود و به خوبی این مسیر را مدیریت کردند که اگر با دقت انجام نمیشد مشکلات دیگری پیش می آمد. مردم، زن، مرد، کسبه زندگی دارند و اگر ببینند خیابان‌ها ناآرام است، جایی شیشه می‌شکنند و جایی دیگر ماشین آتش می‌زنند، قطعاً احساس امنیت نمی‌کنند. اما در اغتشاشات اخیر، نهادهای مختلف تلاش کردند تا آرامش به جامعه برگردد. خبرگزاری حکومت اینا 24 بهمن، احمد میدری: به نظر من این اتفاق یک زلزله سیاسی بود و همه را لرزان. این زلزله یا ساختار سیاسی کشور را مستحکم‌تر می‌کند، مثل ژاپن که از زلزله‌های طبیعی خود درس گرفت و ساختمان‌هایی با مقاومت در برابر زلزله‌های 8-9 ریشتری ساخت، یا اینکه به هوش نمی‌آییم و امیدوار می‌مانیم که دیگر زلزله‌ای نیاید. خبرگزاری حکومت ایسنا 24 بهمن: آخوند هاشم‌زاده حریصی با نگرانی بسیار در مورد آینده کشور صحبت کرد و با تأسف گفت: به جای بررسی عملکردهای خودمان همیشه به دیگران نهیب میزنیم و فرافکنی میکنیم. نارضایتی ها علنی و همگانی شده است. نظام اسلامی مان و مردم عزیزمان را دریابیم. همین امروز که فردا دیر است. سایت حکومتی اعتدال 24 بهمن، آخوند علی خانی: اگر واقع بین باشیم باید عنوان کنم که اعتماد بخشی از جامعه از مسئولان سلب شده است. مسئولان باید به صورت جدی این سوال را از خود بپرسند که چه شد که به یک باره یک موج اعتراضی شکل گرفت. اگر این وضعیت ترمیم نشود، نارضایتی ها در کشور به شکل جدیتری تکرار خواهد شد و در آن زمان به راحتی نمیتوان آن را کنترل کرد. مخاطب سخن من فقط دولت نیست. روزنامه حکومتی آرمان 24 بهمن: صاحبان این کشور، اهم از مردم و مسئولان، بیشتر و بهتر از اغیار بررسی کنند که نیازها را چگونه برطرف نمایند و اعتراضات را چگونه پاسخ دهند. در این صورت از میزان اعتراضهای بسیار کاسته می شود. تخریبها و هزینه های طرفین به میزان قابل توجهی پایین می آید. دیگر کسی برای نشان دادن اعتراض خیش پرچم کشور خود را پاره نمی کند. به مراکز انتظامی حمله نمی کنند و از اموال عمومی حتی پاسداری می نمایند. صادق زیبا کلام از باند روحانی 24 بهمن: و همونطور که در جریان نارامی های اخیر شاهدش بودیم، علناً شعار هایی که علیه اصلاح طلبان داده می شد دست کمی از اصولگرایان نداشت و غیظ و غضب نسل جوان نسبت به اصلاح طلبان بعد از دیما هم همچنان ادامه یافته. بنابراین دفاع از و صحبت از جریان اصلاحات در شرایط فعلی دشوار هستش. به علاوه برخی از سخنرانی ها، برخی از موزگیری هایی که آقای روحانی بعد از پیروزیشون انجام دادن باعث می شدش که واقعا اصلاح طلبان از خجلت و شرمساری سر به زیر سرشون رو پایین بگیرن و این دو موج، موج دوم که نارامی های دیماه بود، ضربش خیلی خیلی جدیتر بود و توی این جریان دوم هم اصلاح طلبان دست راستشون به دست چپشون میگفت چه خاکی باید به سرمون بکنیم. روزنامه حکومتی مردم سالاری 24 بهمن: باید حاکمیت فصل جدی از انقلاب را بگشاید.
امروز باید حاکمیت فصل جدیدی از انقلاب را بگشاید، فصلی که اگر طرحی نو در آن انداخته نشود، شکاف‌های وارده به دیوار اعتماد مردم بسیار عمیق‌تر خواهد شد و در آن صورت مقصر اصلی سکانداران قوای سگانه و نیروهای نظامی و امنیتی خواهند بود.